همه با هم برای واژگونی صهیونیسم پویشی برای حمایت از مردم فلسطین. اسرائیل هم همینجوری میخواید واژگون کنید؟ یه قابلمه برنج اومدید برگردونید نصف اسرائیلیا رو ریختین رو فرش و سفره. هدف از این پویش و انجام دادن این کار اینه که ما به زنان فلسطینی این پیامو بدیم که ما در کنارتون هستیم و همراهتون هستیم. حالا به اون هدف که نمیدونم رسیدید یا نه، ولی دمتون گرم. به هدفی که سالهاست من دارم تو این برنامه دنبال میکنم که رسیدید، یعنی خندوندن مردم. بعدم رسیدید. غذای سنتی شما چندین سال است به پیام سیاسی برای مبارزه با اشغالگران صهیونیست تبدیل شده است. الان یعنی اگه زنان بقیه کشور رو جمعشن دور هم، سبزی پلو با ماهی و عدس پلو با ماست سرو کنن، دارن پیام سیاسی حمایت از جنبش زن زندگی آزادی میدن؟ اسم غذا مغلوبه است و یک غذای فلسطینی هستش و از برنج، مرغ، بادمجون و هویج تهیه میشه. و برای اینکه دشمن هم از این غذا بیشتر بترسه، بادمجونشو تا جایی که میتونید کت و کلفت و درشت انتخاب کنید که دشمن حساب کار بیشتر دستش بیاد. با این عملمون میخوایم به صهیونیستا اعلام کنیم که مثل این غذا شما رو واژگون میکنیم. بعد یه سوال، اون ضربه آخریه که زدید به پشت قابلمه، اون چیه قضیهش؟ نماد در کونی زدن به نتانیاهو؟ تا اینکه فتح کنیم قدس رو و در اونجا نماز بخونیم. نه، حیفه به خدا فقط نماز بخونیم بعد از فتح قدس. همین اکیپ سر جاش زنگ بزنید بقیه دوستاتون با خلیل و قاب بیان، یه سیرک اینجوری هم تو قدس را بندازین تا ملت حسابی بخندن. البته این سوتی موتی نبوده، این یه رزمایش نمادین بود. اون چوب نماد صهیونیست هست، شکم طرف نماد محور مقاومت، بیزه های اون یارو هم که واسه خودش گوشه وایساده بود نماد وضعیت ماست که آش نخورده ایم و دهن سوخته.